سلام بر شما، به خبر نیمروز خوش آمدید. دیپلماسی منطقه دولت با سفر سه وزیر به قطر، ترکیه و ارمنستان. از رایزنی درباره فراهمسازی حداکثر امکانات رفاهی برای تماشاگران ایرانی در جام جهانی تا توافق نفتی و پتروشیمی تهران و آنکارا. ورود سامانه بارشی به شمال غرب و شمال عصر امروز، کاهش 10 تا 15 درجه دما از فردا. پیشبینی هواشناسی درباره آب گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه های فصلی. بومی سازی مدار الکترونیکی کنترل بدنه و مدار مخابراتی ارتباط از راه دور، دو قطعه الکترونیکی خودرو به همت دانش بنیان ها. بازوهای رباتیکی هم تولید را تا 250% افزایش می دهند. بالا گرفتن درگیری ها در سرزمین های اشغالی در پی شهادت اودای التمیمی، جوان 20 ساله فلسطینی. یک شهید و 100 زخمی دیگر در کرانه باختری. و در میز اقتصاد بررسی خواهیم کرد واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت. جاماندگان چه تعداد هستند و چه زمان این سهام به آنها اختصاص خواهد یافت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهر جمعه شما بخیر بینندگان محترم. ایران و قطر برای افزایش خطوط حمل و نقلی دو جانبه و اقدامات اولیه برای ایجاد خط کشتیرانی مسافربری توافق کردند. این توافق در دیدار وزیر راه و شهرسازی با مسئولان قطری در دوحه نهایی شد. آقای قاسمی در دیدار خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی نخست وزیر قطر همچنین درباره کاهش هزینه های سفر تماشاگران ایرانی گفتگو کرد. وزیر راه و شهرسازی در دیدار با همتای قطری نیز درباره افزایش خطوط حمل و نقلی میان دو کشور در بخش هوایی و دریایی مذاکره کرد. در بخش هوایی دو کشور توافق کردند به تعداد گردشگران ایرانی هر دو کشور مجوز پرواز صادر کنند. ایجاد خط کشتیرانی مسافربری بین دو کشور از دیگر توافقات دو طرف بود. توافق تهران و آنکارا برای تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه. در سفر وزیر نفت ایران با آنکارا دو طرف علاوه بر این تمدید درباره سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و پتروشیمی ایران هم گفتگو کردند. افزایش و تمدید قراردادهای صادرات انرژی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری ترکیه در سفر وزیر نفت کشورمان به آنکارا پایتخت ترکیه. جواد اوجی وزیر نفت ایران و فاتح دونمز وزیر انرژی ترکیه درباره تمدید قرارداد و افزایش حجم صادرات گاز ایران به ترکیه یا از طریق ترکیه به توافق رسیدند. ما یک قرارداد صادرات گاز با ترکیه رو داریم که روزانه 30 میلیون متر مکعب در حقیقت صادرات گاز به ترکیه انجام میشه. یکی از بحث‌های مهم کلیدی در این سفر بحث تمدید این قرارداد بود که خوشبختانه حوزه وزارت انرژی ترکیه کاملا موافق بودن. صحبت خوبی شد، مذاکرات خوبی انجام دادیم، توافقات خوبی شد. هر دو طرف حاضریم به تمدید این قرارداد در حقیقت سالانه نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب. بحث دوم در رابطه با افزایش صادرات گاز، چون قرارداد فعلی تا سال 2026ه، با توجه به افزایش ظرفیت هم بحث خط لوله ما و هم بخش افزایش تولید، ما ظرفیت تقریبا نزدیک به 5 میلیون متر مکعب دیگه هم در نقطه بازرگان توانایی داریم برای صادرات. وزیر نفت کشورمان همچنین با نورالدین نباتی وزیر اقتصاد و خزانه داری ترکیه هم دیدار و گفتگو کرد. مهمترین نتیجه این گفتگوها توافق برای افزایش ظرفیت سرمایه گذاری و کاهش تعرفه‌های صادرات محصولات پتروشیمی. سال گذشته ما نزدیک به 12.5 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی رو داشتیم به اکثر کشورهای جهان از جمله ترکیه. در رابطه با تعرفه وارداتی محصولات پتروشیمی هم
صحبتی شد، انشاءالله قرار شد که در دولتشون مطرح کنن برای بحث کاهش این تعرفه واردات محصولات پتروشیمی. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بهره‌مندی از ظرفیت کشورهای همسایه به خصوص ترکیه را در رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز از مهمترین اهداف دولت 13 بیان کرد. به گفته وزیر نفت کشور ما قرار است هیئتی متشکل از وزرا و صاحبان شرکت‌ها با هدف سرمایه‌گذاری در توسعه میادین، احداث خطوط انتقال و ایستگاه‌های تقویت فشار و مجتمع‌های LNG و پتروشیمی به زودی عازم ایران شوند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا. ایران بر حفظ امنیت و تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان که در صدر هیئتی سیاسی به ارمنستان سفر کرده، در دیدار با همتای ارمنستانی خود درباره هر گونه تغییر مرزی در منطقه هشدار داد. جمهوری آذربایجان مدعی است ارمنستان باید به موازات مرز ایران گذرگاهی را برای حمل و نقل به سمت نخجوان ایجاد کند. آتش زیر خاکستر در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان، آتشی که 3 دهه است زبانه می کشد و فروکش می کند. آخرین بارش همین 3 هفته پیش. درگیری ها 2 روز ادامه داشت. بعد از اینکه بیش از 150 سرباز دو کشور کشته شدند، آتش بس شد. مناطق مرزی دو کشور اما همچنان پرتنش است. ماجرا به بند 9 توافقنامه 9 بندی آتش بس در جنگ قره‌باغ دوم میان باکو و ایروان باز می‌گردد. 9 و 10 تفاهم نامه بر گشایش خطوط مواصلاتی بین آذربایجان و ارمنستان تأکید شده تا به نوعی ارتباط خاک اصلی جمهوری آذربایجان با منطقه بنگان نخجوان برقرار بشه. جمهوری آذربایجان از این خطوط مواصلاتی به عنوان دالان یا کریدور در واقع تعبیر میکنه. این در شرایطیه که عموما بحث دالان یعنی بحث خدشه بر حاکمیت کشور میزبان. ارمنستان میگوید در هیچ کجای این توافق به ایجاد یک کریدور در امتداد مرز ارمنستان با ایران اشاره نشده. ما آماده هستیم راه‌ها را برای حمل مسافر و بار برای جمهوری آذربایجان باز کنیم، البته با این دیدگاه که تمام مسیرهای ارتباطی باید تحت نظارت و قانون اساسی ما باشد. رد پای دخالت‌های خارجی حساسیت مرزی ایران و ارمنستان را بیشتر کرده. در پشت صحنه ناتو با محوریت انگلستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا و در روی صحنه با کارگزاری جمهوری آذربایجان و ترکیه در انجام میشه. هدف اینه که در قالب این فتنه ژئوپلیتیکی در واقع در قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان هارتلند یک قانون ناامنی علیه 3 تا کشور ایران، روسیه و چین ایجاد بشه. با این حال جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه تغییر مرزی در این منطقه هشدار داده. جمهوری اسلامی ایران هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه، در مرزهای تاریخی منطقه و در کریدورهای تاریخی و سنتی منطقه رو تحمل نخواهد کرد. ما این موضوع رو خط قرمز خود میدانیم. اگرچه فعلا جمهوری آذربایجان از این خواسته خود عقب نشینی کرده، اما تغییر موضع این کشور میتواند تنش‌ها را به اوج خود برساند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما. امروز سامانه بارشی از شمال و شمال غرب وارد کشور می‌شود. سامانه‌ای که از فردا موجب کاهش 10 تا 15 درجه دما در بخش‌هایی از کشور می‌شود. در همین رابطه با کارشناس سازمان هواشناسی گفتگو می‌کنم. آقای سرکرده، سلام بر شما. در خصوص جزئیات این سامانه بارشی لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود بر شما خانم حسینی. بله، از امروز بعد از ظهر بایستی منتظر ورود سامانه بارشی جدید به کشور باشیم، به طوری که ابتدا استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل بارش رو خواهند داشت، به تدریج به استان گیلان، مازندران و گلستان هم بارش خواهد رسید. هیچ بعید نیست در استان زنجان و استان کردستان هم بارش اتفاق بیفته امشب. با توجه به شدت بارش ها برای امشب و فردا پیش بینی میشه سیلابی شدن مسیل ها رو در این استان ها پیش رو داشته باشیم. ضمن اینکه فردا بارش ها علاوه بر استان های شمال غرب و سواحل دریای خزر به شمال شرق یعنی خراسان شمالی و همچنین شمال استان خراسان رضوی هم میرسه. در شمال استان های تهران، قزوین، البرز و زنجان هم بارش اتفاق میفته. با توجه به
کاهش 10 تا 15 درجه، یعنی فوق العاده دما کاهش پیدا میکنه برای نواحی شمال غرب و همچنین ارتفاعات البرز. هیچ بعید نیست که اولین برف رو ما برای امشب و فردا داشته باشیم در شمال غرب و ارتفاعات البرز. اما وزش باد هم اتفاق میفته. وزش باد برای فردا در دامنهای جنوبی البرز، جنوب استان تهران، قم، همچنین جنوب سمنان و جنوب استان البرز و قزوین و از طرف دیگه در نواحی شمال شرق کشور شدت داره. بنابراین هیچ بعید نیست که احتمال خسارت رو به واسطه وزش باد شدید موقتی در این مناطق پیش رو داشته باشیم. با شما هستیم خانم حسینی. خیلی ممنونم از شما آقای سرکرده. منتظر خبرهای خوش در بخش هواشناسی هستیم. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از سیاست‌گذاری کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها انتقاد کرد. آقای گل‌علیزاده خواستار بازنگری در مناطقی شد که آلودگی هوا در آنها تشدید می‌شود. ما سال‌ها سال بالغ بر 23 ساله که ما مشکل ترافیک تهران داریم. روز به روز هم داره بدتر میشه. در ایام کرونا هم دیدی مشکل حل نشد. پس چرا؟ چون ما سیاستمون در کلان شهرهایمون اصلا با سیاستهای کاهش آلودگی هوا اصلا در تضاده. ما مثلا اخیراً بحث اصلاح مصوبه شورای سرویس‌کمیته تهران رو داشتن. خب خیلی مقاومت کردیم، عملاً جلوشو گرفتیم. میگیم از اونور میگی که ما آلودگی هوا داریم، از این منابع در واقع منابع ایجاد آلودگی هوا رو داریم هی زیاد میکنیم. اینی که تو این راستا تو نواحی‌ها باید خیلی توجه بکنیم. در آستانه قانون برنامه هفتم هستیم، حتما باید توجه بکنیم جاهایی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشه توش بازنگری بکنیم. مدار الکترونیکی کنترل بدنه و مدار مخابراتی ارتباط از راه دور به عنوان دو قطعه مهم خودرو به همت متخصصان داخلی بومی‌سازی شد. تولید هر قطعه مدار الکترونیکی خودرو 100 دلار صرفه‌جویی ارزی برای صنعت خودرو به همراه دارد. رفع نیاز صنعت خودروسازی با طراحی و تولید قطعات الکترونیکی برای نقاط گلوگاهی خودرو. این قطعات الکترونیکی تنها بخشی از قطعات خودروی هستش که این شرکت دانشمندان تونسته تولید کنه، اما مهمترین اونها TCU و BCM واحد الکترونیکی کنترل بدنه هستش. ماژول کنترل بدنه در واقع کنترل تجهیزات بدنه و داخل کابین خود رو از قبیل روشنایی های داخل و خارج خود رو مثل چراغ های جلو، چراغ های عقب، چراغ دنده عقب، راهنما و همچنین برف واکن، شیشه بالا بر، قفل مرکزی، سنسورهای کمک پارک روی خودروی 207 قابلیت نصب داره و آماده نصب است. این تیسیو هم در واقع به منظور اتصال خودروها به اینترنت برای استفاده از سرویس های مبتنی بر اینترنت استفاده میشه. اینا همش وارداتی بود. شما کوچکترین تغییری میخواستی در کلیه اجزای خودرو بدی، نمیتونستی. 50% ما کاهش هزینه ارزی داریم با طراحی بردهایی که در ایران خودرو انجام میشه. اما یکی دیگر از مهمترین قدم‌های شرکت‌های دانش بنیان برای صنعت خودروسازی ساخت همین بازوهای رباتیکی است. تا 200% حتی 250% افزایش به صورت تولید به همراه خواهد داشت. بالغ بر 1300 تا رباتیک رو ما در ایران خودرو نهادینه کردیم. و گام بلندشان برای یک پارچه سازی این رباتیک هاست. جوانه به این کار که برای این کار نیاز هست، سیفتی های لازم، سنسورایی که برای اتوماسیون و اینا نیاز هست و در نهایت یک پارچه سازی همه این عوامل هست که اون کار نهایی رو به بهترین نحو انجام بده. برنامه راهبردی خودروسازان هم ساخت قطعاتی است که بر بنیان دانش باشد. چند ماه قبل یک مدیریتی رو در ایران خودرو تأسیس کردیم، راه اندازی کردیم. این کارش این هستش که هماهنگی شرکت‌های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی رو با بدنه تولید و مرکز تحقیقات ایران خودرو انجام بده و پیگیری کارشون هم بکنه. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما. 29 روز از پایان مهلت رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین‌های مازاد به وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، از بیش از 6000 هکتار زمین مازاد شناسایی شده، فقط 1300 هکتار به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.
اینجا زمین متعلق به یک دانشگاه دولتی در لرستان و اینجا در شرق کشور زمین مازاد دانشگاهی دیگر. 10 ماه پیش اومدیم و گفتیم که مازاده، ولی هیچ اتفاقی براش نیفتاده. زمین هایی که باید بر اساس ماده 10 قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شوند، اما همکاری دستگاه خوب نبوده. یعنی هر دستگاهی ما سراغ زمینش رفتیم با یک چالشی مواجه شدیم. این تاخیرها باعث ورود رئیس جمهور به ماجرا و تعیین ضرب العجل شد. من تاکیدم به همه استانداران و همه وزرا اینه که تا پایان شهریور ماه اراضی که میشه درش مسکن احداث کرد سریعا تحویل وزارت راه شهرسازی بدن تا آماده بشه برای ایجاد مسکن. ضرب العجلی که نزدیک به 1 ماه از پایانش گذشته، اما تا کنون از 6000 هکتار زمین شناسایی شده تنها حدود 1300 هکتار سند کامل در اختیار ما قرار گرفت. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و دانشگاه‌ها بیشترین میزان زمین مازاد شناسایی شده را دارند. اراضی وزارت علوم عمدتاً در محدوده قانونی شهرهاست و زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز ما رو برای بارگذاری جمعیت از پیش فراهم کرده. وزارت علوم حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده، اما وزارت جهاد و کشاورزی میگوید به دنبال ساخت مسکن در اراضی مازاد با همکاری وزارت راه و شهرسازی است. ما یه تفاهم‌نامه داریم با وزارت مسکن، 100000 واحد برای همکاران و با بازنشستگان وزارت جهاد و کشاورزی و 100000 واحد هم علاوه بر این تامین زمین براشون داشته باشیم. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس از آمادگی این کمیسیون برای برخورد با دستگاه‌ها و مدیران متخلف خبر داد. ما این لیست متخلفین و مستنکفین رو واقعا داشته باشیم، سریع کمیسیون اصل 90 رو تشکیل میدیم و به قوه قضاییه ارسال. قرار است وزارت راه و شهرسازی هفته آینده فهرست دستگاه‌های متخلف در واگذاری زمین را اعلام کند. امین انگارده، خبرگزاری صدا و سیما. آمارها نشان می‌دهد سال گذشته 350000 گردشگر از تالاب شادگان دیدن کردند. ماهیگیری، پرورش گاومیش، صنایع کوچک و گردشگری از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی مردم تالاب شادگان است. تالاب شادگان با 400000 هکتار وسعت و روستاهایی که روی آب قرار دارند، از مکان‌های دیدنی و مقاصد گردشگری خوزستان است. از خانه‌هایی که در دو ردیف روی آب ساخته شدند عبور می‌کنم. شعر زیبای مهدی فرزند تالاب سکوت را می‌شکند. او همراه با رضا هر روز در این مسیر تردد می‌کنند، گاه برای ماهیگیری. شغلت الحد اکثر شيء على الهواء، يعني مثل عندك من بور الثامل برج اثنين ها شغلتهم بس السمك بالغازه. و گاه برای جابجایی گردشگران تالاب. رضا میگوید تالاب جاهای دیدنی بسیاری دارد. ناخذني طلع هي صوب الهور مثل عندنا غير هذه المكانك وغير مكان عندنا ناخذ بالبلام ناخذ اللي غاد يتونس وهاي ورد. در روسای حدبه قایق اهمیت فراوانی دارد. قایق هم وسیله امرار معاش است و هم وسیله‌ای برای تردد در روستا. اغلب این قایق‌ها را ابو احمد می‌سازد. كل هاي جدنا شيء شوفه بالهور بلم يمشي بالهور انا. او می‌گوید ساخت قایق‌های کوچک یک روز و قایق‌های بزرگتر تا 2 هفته زمان لازم دارند. 3 تقریبا 4 های نوع و نوع هذا كبير مال ماكينه وبعد انزل منه وحتى على قد نفر هيش قد مترينها مسوي هسه عندنا من 45 وانت صاعد لي فوق حد يصير 180. طلاب بین المللی شادگان 400000 هکتار وسعت دارد. نی عمده گیاه طلاب است. این طلاب زیستگاه 40 گونه جانوری، 174 گونه پرنده و 81 گونه از ماهیان است. در اغلب خانه‌های روستای حدبه گاومیش نگهداری می‌شود. دامی که اغلب ساعات روز را در آب سپری می‌کند، نقش مهمی در تأمین معاش مردمان تالاب دارد. حليب و رابا و جبن و زبد و کشن سو مثل. در تالاب جریان زندگی را می‌بینی. در کوچه‌هایی که سر از آب درآوردند. سال گذشته از این تالاب و روستاهای صراخی و حدبه 350000 نفر دیدن کردند. پاییز و زمستان فصل گردشگری تالاب است. با حضور انبوه گردشگران در روزهای آینده تالاب زیبای شادگان جلوه‌ای دیگر پیدا خواهد کرد.
فرهاد فرهانی خبرگزاری صدا و سیما طالب بین المللی شادگان. پیکر شهید صادق آقایی از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس از مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام در خیابان سعیدی تهران تشییع و در قطعه 27 بهشت زهرا خاک سپاری شد. صادق آقایی متولد 1344 از لشکر حضرت رسول تیپ ذوالفقار بود که 22 فروردین 1362 در منطقه فک شهید شد و پیکرش پس از 39 سال تفحص شده است. انتظار شهدا از مردم چیه؟ پیام دادن به ما که ما هم راهشون رو ادامه بدیم و بتونیم رهرو اونها باشیم برای حفظ نظام، حفظ انقلاب و ارزش‌های اون. رعایت قوانین اسلام، اطاعت از ربوی داشته باشم. تمام گفته‌های شهیدای ما مولا امر معروف و نهی از منکر، همه باید به خدمت از کم تقوا داشته باشن. انتظار شهدا اینه که قدر رهبرشون رو بدونن و این مملکت به دست مملکت رو به دست امام زمان بسپارن. در حمله نظامیان اشغالگر به یکی از محله‌های اردوگاه جنین در کرانه باختری رود اردن، یک فلسطینی با شلیک گلوله به شهادت رسید و سه فلسطینی دیگر زخمی شدند. دیگر مناطق کرانه باختری هم از عصر پنجشنبه صحنه درگیری جوانان فلسطینی با نظامیان رژیم صهیونیستی بود. در درگیری‌ها در الخلیل، بیت لحم، البیره، قدس و اردوگاه شفاعت بیش از 100 فلسطینی زخمی شدند. در کرانه باختری از چهارشنبه شب به دنبال شهادت اودای التمیمی عزای عمومی اعلام شده. این جوان 20 ساله فلسطینی یک هفته پس از عملیات در اردوگاه اشعفات که به کشته شدن یک نظامی صهیونیست منجر شد به دست نظامیان اشغالگر به شهادت رسید. شمار زیادی از مردم غزه با برگزاری تجمع از مبارزات اهالی قدس و کرانه باختری حمایت کردند. سقوط 13 پله‌ای آمریکا در حوزه زیرساخت، این موضوعی است که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد. بایدن گفت آمریکا در رابطه با بخش زیرساخت از رتبه نخست جهان به رتبه 13 تنزل پیدا کرده. But now we didn't do it. We're finally getting to it. We're getting it done. We finally decided that instead of being ranked number 13 in the world, 13 in the world infrastructure, the United States. رئیس جمهور آمریکا که در مقابل یکی از پل‌های خراب شده در پنسیلوانیا سخنرانی می‌کرد افزود 45,000 پل در آمریکا در وضع خطرناک قرار دارد. در یکی از شهرهای دارای منابع غنی زغال سنگ در چین، به جای تولید سوخت آلاینده به پلاستیک قابل تجزیه در محیط زیست تبدیل می‌شود. در این فرایند مصرف زغال سنگ به نصف می‌رسد و در نتیجه دیوکسید کربن تولید شده هم تا 2/3 کاهش می‌یابد. این پلاستیک‌ها در مدت 6 ماه تا 1 سال در خاک و آب دریا تجزیه می‌شود و به چرخه مواد طبیعی باز می‌گردد. این پلاستیک‌ها افزون بر تولید لوازم پلاستیکی منزل و جایگزینی کیسه‌های پلاستیکی می‌توانند در صنایع و لوازم پزشکی، کشاورزی و همچنین صنایع حفاری نفت و گاز هم به کار بروند. تولید پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر در جهان کمتر از 1% مصرف جهانی را تأمین می‌کند. رئیس اتاق تعاون میگوید از 71,000 تعاونی فعال در کشور بیش از 25,000 تعاونی در بخش کشاورزی فعال میکنند. یک تعاونی کشاورزی در شهرستان شهریار یکی از همین تعاونی هاست که علاوه بر ایجاد واحدهای تولیدی در حال راه اندازی پایانه صادراتی برای تولیدات تعاونی است. تعاونی کشاورزی موفقی که 63 سال پس از تأسیسش توانست نقشی مؤثر در تولید و توزیع محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دام و طیور داشته باشد. یکی از بزرگترین تعاونی‌ها و نمونه کشوری هست
الان بالغ بر 1200 نفر سهامدار داره و بیش از 100 هزار مشتری داره به خاطر توسعه و تنوع کاری که ما داریم. راه اندازی فروشگاه ادوات کشاورزی و ایجاد آزمایشگاه و کلینیک گیاهپزشکی و ارائه انواع نهادهای کود و سم از خدمات مهم این تعاونی به کشاورزان است. ابزارالات کشاورزی و خاکورزی و سمپاشی داریم که دستگاه‌های علف تراش هستند، چالکن، سمپاش های کوله ای داریم، موتور برق داریم، انواع اقسام پمپ آب، ماشینات بزرگ مثل تراکتور بگیری تا تیلر در سایز های مختلف. اینجا هم کوده ارگانیک داریم، هم سمای ارگانیک داریم، هم کوده شیمیایی، سموم شیمیایی. کارهای تخصصی هم انجام میدیم، مثل بحث کارهای آزمایشگاهی، بازدید از مزارع. ادوات کشاورزی که بخوام، سموم و کود شیمیایی که بخوام، اینجا با ما طوری کار میکنن که محصولات رو میبریم استفاده میکنیم، بعد از 5-6 ماه میام تصویر حساب میکنیم. همچنین صندوق های اعتباری این تعاونی در توانمندسازی و کاهش مشکلات مالی کشاورزان منطقه شهریار نقش موثری دارند. تا سقف مبالغی که در واقع نیاز کشاورزان باشه و سهامداران باشه، ما سعیمون برای اینه که تسهیلات ارائه بدیم و در جهت کسب و کارهای خرد منطقه و هر کمکی که بتونیم ارائه میدیم. اجرای کشاورزی قراردادی و ایجاد پایانی صادراتی با هدف تولید، توزیع و صادرات محصولات کشاورزی از دیگر برنامه‌های این شرکت تعاونی کشاورزی است. ما شروع کردیم دامدارا را حمایت کردن، تولید کننده ها رو. مرغدارانی بوده مخصوصا در زمان کرونا که اصلا متروکه بوده، رفتیم اونا رو احیا کردیم. کشاورزی قراردادی که در اقصا نقاط کشور هست، قرارداد بستیم با کشاورزا، تونستیم صادراتی رو داشته باشیم به کشورهایی از جمله عراق، عمان. الان داریم یک پایانه صادراتی رو با مشارکت اصناف ایجاد میکنیم که بتونیم کارگاه های بسیار کوچک رو فعال کنیم. به گفته کارشناسان، در صورت حمایت از تعاونی ها، بسیاری از مشکلات در تولید و عرضه محصولات کشاورزی و کالا و خدمات به دور از تصدیگری دولت قابل حل است. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما. مخازن آب آشامیدنی در تهران با 600 هزار متر مکعب کسری مواجه است. مدیر عامل شرکت آبفای تهران میگوید مخازن آب آشامیدنی تهران در شرایط طبیعی حدود 1,400,000 متر مکعب آب ذخیره دارند. به مرکز کنترل آب تهران میریم و گفتگو میکنم با مدیر مرکز کنترل آب تهران. آقای سرای، سلام بر شما. امروز وضع مصرف آب در تهران به چه صورته و چه راهکارهایی برای کنترل مصرف وجود داره؟ به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در حال حاضر مصرف لحظه‌ای شهر تهران، همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید، 43200 لیتر بر ثانیه هستش که این مصرف رو بخوایم با روز گذشته مقایسه کنیم، از 1000 لیتر افزایش داشته. حجم ذخیره مخازن ما همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید 827000 متر مکعب هستش ذخیره مخازن ما، که این با حالت استاندارد ما که 1,400,000 هستش تقریبا 600,000 متر مکعب در واقع کسری داریم. همونجوری توی نمودار در ملاحظه می‌فرمایید، در واقع ذخیره با افزایش مصرف رو به نزول هستش. این در واقع این گراف این که مراجعه می‌فرمایید مصرف لحظه‌ای در واقع امروز هست نسبت به این در واقع نقطه شینه‌ای که مصرف روز گذشته ما هستش. انتظار ما از شهروندان این هستش که خب برای گذر از این بحران کمابی همونجوری در واقع در جریان هستید، تقریبا سومین خشکسالی در واقع پیش رو داریم. انتظار این هستش که اگه می‌خوایم به سلامت از این خشکسالی عبور کنیم 20% صرفه‌جویی داشته باشیم. ما سرانه مصرف تو شهر تهران 240 لیتر بر ثانیه هستش که انتظار این هستش که 50 لیتر در واقع سرانه هر نفر کاهش پیدا کنه. خب راه های کاهش مصرف هم میتونه کاهش در واقع زمان استحمام یا در واقع موقعی که استفاده میکنیم از شیراب تا حد امکانی فشار رو در واقع کاهش بدیم. شستشوهای غیر ضرور مانند شستشوی پارکینگ یا جلوی در واقع درب منازل، حیات اینا هستش، اونا رو در واقع بتونیم قطع کنیم توی در واقع توی این شرایط. بله بسیار خب، خیلی ممنونم از شما آقای سرایی. در واقع مخازنش خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما آقای سرایی، مدیر مرکز کنترل آب تهران.
یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ربات هوشمند با دقت 96% برای تطابق صحت پلاک خود را ساخت. این ربات هوشمند قادر است روزانه 700,000 جریمه رانندگی را به صورت لحظه‌ای بررسی و برای آن تایید یا مغایرت صادر کند. دوربین‌های شهری و جاده‌ای چند سالی است به کمک اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی آمده‌اند. در این بین اشکالاتی هم وجود داشته که یک شرکت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای رفع آن راه حلی دارد. یه انباشت زیادی از جریمه‌ها ایجاد شده بود توی پلیس به علت این جریمه‌های کرونایی و یه فشار زیادی بر روی اپراتورها، چون اپراتورهای برای اینکه میتونستن جریمه‌ها رو پوشش بدن یه تعداد زیادی نیاز بود از اپراتورها که این رو نداشتن و همچنین خطای زیاد اپراتوری هم وجود داشت. ربات ما وظیفه صحت سنجی اون جرایم رو به عهده داره که فردی به اشتباه جریمه نشه. بیش از 4000 تیپ و برند خودرو رو ما پوشش میدیم. بیش از 15 رنگ خودرو رو داریم پوشش میدیم و نکته‌ای هم که داره اینه که به صورت لحظه‌ای ما داریم جریمه‌ها رو پردازش می‌کنیم، یعنی صفی به وجود نمیاد. اما میزان دقت این فناوری چه اندازه است؟ ظرفیت پردازشش 700,000 جریمه روزانه هست. تعیین وضعیت شامل تایید یا مغایرت هست، یعنی اعلام می‌کنه که این جریمه تایید هست یا مغایرت اعلام می‌کنه. بنا به دلایل مختلف مثل اشتباه در خوندن پلاک خودرو، پلاک‌های دستکاری شده، پلاک‌های سرقتی و غیره، و 4% باقی مانده رو که روی اونها ربات ما ضریب اطمینان پایینی داره به فرد چک اپراتوری ارجاع میدیم. توی اون 96% درصد خطای ما تقریبا صفره. کل سیستم رو خودمون طراحی کردیم و خودمون توسعه دادیم از صفر تا صد. این محصول در حال حاضر تجاری سازی و تحویل کارفرما شده است. تجاری سازی شده. برآوردهایی که ما انجام دادیم حدوداً 1/8 هزینه‌های خارجی رو داریم در واقع مورد استفاده قرار میدیم. تعریض این دانش فنی رو در محصول دیگه‌ای که مورد نیاز صنعت بیمه هست به کار گرفتن. یه محصولی شده به اسم ربات بیمه که به صورت اتوماتیک بیمه در واقع خسارات بدنه رو میتونه بررسی کنه و درصد خسارت رو تشخیص بده. بر اساس مبلغ اون قطعه قیمت نهایی در اون خساراتی که بیمه باید پرداخت کنه مشخص میشه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه hara.ai مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما. نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای که به عنوان سند شورای امنیت ثبت شد از دبیرکل سازمان ملل خواست از هر گونه سوء استفاده از قطعنامه 2231 در ارتباط با جنگ اوکراین جلوگیری کند. آقای ایروانی تاکید کرد محدودیت‌های ذکر شده در این قطعنامه 2 قبل به پایان رسیده، ضمن اینکه این محدودیت‌ها مربوط به کمک به توسعه سلاح‌های هسته‌ای کشورهای دیگر است و ایران چنین اقدامی نکرده و نخواهد کرد. دیپلمات ارشد کشورمان که پیشتر مواضع ایران را در نشست شورای امنیت اعلام کرده بود، در این نامه بار دیگر ادعاهای غرب و اوکراین را درباره ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده بر ضد کیف رد کرد. نماینده روسیه هم پیش از این تاکید کرده بود ادعای کشورهای غربی درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین گمراه کننده است و هیچ گونه مستنداتی برای تایید این ادعای دروغ به شورای امنیت ارائه نشده. جشنواره وحدت اقوام ایرانی با نام ایران عزیز امشب به کار خود پایان می‌دهد. در این جشنواره که تا ساعت 22 در کنار دریاچه شهدای خلیج فارس تهران برپاست، صنایع دستی، غذاها و لباس‌های محلی اقوام مختلف در 350 غرفه به نمایش گذاشته شده. به ایران عزیز خوش اومدید. جمله‌ای که هنگام ورود به چشممون خورد و ما رو به طرف رنگ‌ها، پوشش‌ها و موسیقی اقوام مختلف ایرانی راهنمایی کرد. ما از استان مازندران اومدیم و کارهای آیینی استان مازندران رو به صورت میدانی اجرا می‌کنیم.
نمایش وحدت اقوام ایرانی در جشنواره ایران عزیز در کنار دریاچه شهدای خلیج فارس تهران. شاد بودیم. خوبه. شما اهل کجایی؟ من مهوادیم. جای این چیزا خالی بوده تو این مدت، بیشتر هم جا داره که کار بشه، ولی خب شروعش خوب بوده الحمدلله، استقبال اقوام همه زیاد بوده خدا رو شکر، و خب من خیلی از اقوام اصلا نمیشناختم، اینجا اومدم آشنا شدم باهاشون. من بعضی از موسیقی‌ها رو اصلا نمیفهمم، ولی اینقدر دلنشینه که من یعنی اگه خانومم هم حوصله نداشته باشه یا کار داشته باشه، من خودم میام میشینم. از همه اقوام ایرانی حضور داشتن، رقص‌های محلیشون، خوراکی‌های محلی، لباس‌های محلی. چند سالته؟ من 10 سالم. چندمین شب اومدی اینجا؟ اولی شب. چطور بود؟ عالی بودش. کسایی مثل من باید با اینا آشنا بشیم تا بدونیم ایران یه کشوری از اقوام مختلف، ولی باید متحد و یک پارچه باشه. و البته تقویت هویت ملی و تاکید بر یک پارچگی سرزمینی و وحدت اقوام ایرانی. این مملکت صاحب داره و این مملکت برای نگه داشتنش میلیون ها برابر اون اختشاشگرا آدم وجود داره که از این مملکت دفاع کنه. این نشون دهنده اینه که ما همه زیر یک آسمون به اسم ایران عزیز داریم زندگی میکنیم و فرقی نمیکنه شمال، جنوب، شرق، غرب، همه اینا ایران حساب میشه. جوانای ما زمین خوردن که خاکمون نره. برای وجبش اینه که الان اگر کسانی خیانت میخوان کنن خاک ما رو بدن، این با ذائقه ایرانی ما جور نیست. اصلا تصور این که من میخوام از شمال ایران برم جنوب ایران ویزا بگیرم دیوانه کننده است. جشنواره ایران عزیز تا ساعت 22 جمعه 29 مهر پذیرای علاقه مندانه. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما. خطیب نماز جمعه تهران گفت قوه قضاییه باید با خائنان و آشوبگران به صورت درس‌آموز برخورد کند. آیت الله سید احمد خاتمی تاکید کرد خوابهایی که دشمنان انقلاب علیه ملت ایران دیده بودند آشفته شد و به اهداف خود نرسیدند. خطیب نماز جمعه با اشاره به اختشاشات و فتنه سالهای گذشته و چند هفته پیش که همه آنها بی نتیجه ماند گفت آینده این انقلاب روشن‌تر از گذشته است و آنچه به رغم شیطنت‌ها باقی می‌ماند پرچم انقلاب اسلامی مردم ایران است و باید برای سربلندی در مواجهه با دشمنی‌ها همیشه آماده باشیم. همیشه آماده باشید. آمادگی سیاسی، آمادگی فرهنگی، آمادگی امنیتی، آمادگی اقتصادیتون رو حفظ کنید. این یک. دو، سوره آل عمران آیه 120 و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدکم شیئا. اگر شما دو عنصر داشته باشید توطئه هاشون ناکامه. یکی عنصر مقاومت، خسته نشید گرچه دشمن به دروغ میخواهد این رو الغا کنه، ولی به فضل خدا ملت ایران ملتی است که نه تنها خسته نشده بلکه خستگی را خسته خواهد کرد. مراسم سالگرد شهید محمد محمدی در بهشت زهرای تهران برگزار شد. شهید محمد محمدی 27 مهر سال 1399 هنگام دفاع از نوامیس با ضربه چاقوی اشرار به شهادت رسید. 12 شب بود که هر شد دوست از بچه ها رو برسیدیم خونه هاش، 5-6 نفر دارن دوتا خانوم رو اذیت میکنن که ما رسیدیم اونجا. صحبت او با یک خبرنگار در روزهای منتهی به شهادتش ضبط و منتشر شد تا ماجرا از زبان خودش روایت شود. من از موتور پیاده شدم و رفتم به اینو تذکر دادم، گلاویز شدیم و یهوی چاقوی نثار ما شد. ماجرایی که برای 25 تیر سال 90 بود. علی خلیلی
سه سال در بستر بیماری بود و در نهایت به علت شدت جراحات به شهادت رسید. دو مدت ها نمیتونستم حرف بزنم، غذا بخورم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. 9 سال بعد از ماجرای علی خلیلی، در چند متری خانه ای، یک پدر مقابل چشم پسرانش مورد ضرب چاقوی اراذل اوباش قرار گرفت. یه خانمی داشتن از خیابون رد می شدن که آرنجشون می گیره به یه آینه یه ماشین، بعد مرده از ماشین پیاده شد، داد و بیداد کرد. شاید مادی رفت اینجا باشون صحبت کرد، خب آقا بد و بیرا نگید، فحش ندید، اینجا زن و بچه مردم وایستادن، شروع کردن با محمد درگیر شدن. احمد رضا آن موقع 11 سالش بود که ماجرا را دید. بلند شدم رفتم، هم مرده داره بالا سر چاقو میچرخونه. درست در وسط همین خیابان. اونجا درگیر شدم با هم دیگه، درگیرشون تموم شد، محمد برگشت بیاد بره. اون هم داشتن برمیگشتن، یکیشون رفت موتورش اونجا پارک بودم، داره سطرش خالیه. موتورش اونجا پارک بود، رفت چاقو رو برداشت اومد اینجا زد بهش. امیررضا هم یک پسر بچه 9 ساله بود که حادثه را از نزدیک دید. دفعه اول رو جدا کرد، دفعه دوم که شد دیدم چاقو رو هوا چرخیده و اون افتاده زمین. سال 79 محمد علی قاسمزاده هم 2 ماه از خدمتش باقی مانده بود که تذکرش به مزاحمان یک خانم با ضربات چاقو پاسخ داده شد. دختری رو میخواسته نجات بده از دست چند تا پسر، درگیر شده. سرنوشت آنها شبیه هم اما در زمانهای متفاوت برای یک چیز بود. کاری که کردم اسمش امر معروف نمیذارم، اسمش دفاع از ناموس میذارم. دفاع از ناموسم بر هر مسلمانی واجبه. محبوبه بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما. وزیر اقتصاد گفت 10 میلیون تومان سهام از منابعی که مشخص شده به جاماندگان سهام عدالت اختصاص خواهد یافت. به گفته آقای خاندوزی در مرحله نخست این سهام به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص می‌یابد. وزیر اقتصاد افزود در مراحل بعدی از باقی مانده منابع به افراد جامانده در 6 دهک بعدی سهام عدالت اختصاص خواهد یافت. فردا پایان مهلت 1 ماهه رئیس جمهور برای اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی. طبق قانون بودجه 1401 دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف شده بودند تا پایان شهریور امسال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت بپیوندند. با توجه به کمکاری تعدادی از دستگاه‌ها تا پایان شهریور، رئیس جمهور تا پایان مهر به دستگاه‌ها فرصت دوباره داد. به گفته آقای باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از مجموع 173 دستگاه شناسایی شده، 136 دستگاه باید خدمات خود را در قالب پنجره واحد تجمیع و سپس به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپیوندند. طبق تازه ترین آمار، حدود 95 دستگاه با کیفیت‌های متفاوت تاکنون به این پنجره پیوستند. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید داروخانه ها باید صورت حساب ریز اقلام دارویی بیماران را صادر کنند. آقای دارایی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خواسته با نظارت دقیق با داروخانه های متخلف برخورد کنند. 3 قلم دارو شده نزدیک 300 هزار تومان. اومدم داروخانه میگم آقا این شامل بیمه میشه، فاکتوری هست، بیمه ای هست یا نیست؟ میگن شما باید مبلغ باید پاریز کنید. این دارو رو ما تحویل میگیریم، داخلش فاکتوری نمیبینیم که متوجه بشیم چه مقدار باید بیمه پرداخت کنیم، چه مقدار آزاد حساب میشه. اینها گلایه کسانی که دارو گرفتن اما نمیدونن قیمت داروهایشان چقدر بوده و بیمه چقدر پرداخت کرده. داروخونه به ما فاکتور نمیده که ما متوجه بشیم آیا این داروهایی گرفتیم یا اقلام سلامتی که گرفتیم پوشش بیمه‌ای دارن یا ندارن. با اجرای طرح دارویارد و ابلاغ سازمان غذا و دارو، صدور صورت حساب فروش دارو و همه اقلام سلامت محور در داروخانه ها الزامی شده است. مراجع کننده طلب فاکتور بکنه چه نکنه، داروخانه موظفن برای هر عملکردشون، چه دارو و چه اقلام بهداشتی آرایشی و اون چیزی که در داروخانه وجود داشت، فاکتور صادر کنن. اقدامی که اولین هدفش شفاف سازی هزینه ها در حوزه داروست. سهم بیمار، سهم بیمه
و مقداری که باید بیمار پرداخت کنه دقیقا مشخصه. اما در صورت حساب داروخانه ها چه مواردی درج می شود؟ اسمش، کد ملی بیمار ذکر میشه، سهم سازمان مشخص میشه، بیمار کاملا متوجه میشه که پولی که پرداخت کرده چه مقدارش رو بیمه‌اش تقبل کرده، چه مقدارش هم خودش باید به صورت در واقع حق بیمار باید سهم بیمار رو در واقع پرداخت بکنه. در حال حاضر صورت حساب دارو از سامانه فروش هر داروخانه صادر می شود، اما شکل و محتوای یکسانی ندارد. امکان یک پاچه سازی رسید هایی که داروخانه صادر میکنن به لحاظ محتوای کاملا فراهم شده، به لحاظ شکلی ممکنه که تفاوتی داشته باشن. یکسان سازی که هم داروخانه داران از آن استقبال میکنن. برای شفاف سازی فاکتورها یک شکل بشه، فاکتور همه داروخانه ها یکسان باشه، بیمارا با اون فرمت داروخانه در با فاکتورها آشنا میشن و هم بیماران همه چی مثلا معلومه مشخصه چقدرش بیمه داده و چقدرش ما دادی. خیلی خوبه و اینکه هر جا بریم یک جور باشه، یک دست باشه. یکسانسازی صورت حساب فروش دارو با سامانه‌های الکترونیکی موجود به طور کامل قابل اجراست. این اقدام به عنوان یک مثال موفق قابلیت تسری به سایر کالاهای بازار را دارد. هانیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما. و کتاب در هیاهوی سکوت به چاپ چهارم رسید. این اثر زندگی نامه مستند داستانی شهید عباس ورامینی، یکی از فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. روایت زندگی دانشجو پیرو خط امام در کتاب در هیاهوی سکوت. میثم داشت کم کم بزرگ میشد، با اینکه زیاد خونه نبودی ولی تو رو میشناخت. در بخشی از فصول کتاب صحبت‌های همسر شهید که چگونگی بزرگ شدن فرزندشان میثم را روایت میکند. وقتی که تهران بودی و صبحا خیلی زود میرفتی محل کارت، سمیه میگفت حالا چرا انقدر زود میری؟ میگفتی میثم بیدار میشه و پشت سر من گریه میکنه. کتاب در هیاهوی سکوت ابتدا به ماجرای لانه جاسوسی و حضور شهید عباس ورامینی میپردازد. خودش رو به لانه جاسوسی میرسونه و میشه نفر دوم عملیات. به گفته کارشناسان این کتاب توانسته با استفاده از اسناد شخصیت شهید ورامینی را به تصویر بکشد. همین حجم اسناد، همین استفاده از روایت‌های افراد مختلف برای بیان شخصیت شهید به نظر من تونسته و میتونه مخاطب رو با این شهید بزرگوار آشنا بکنه. شهید ورامینی از سال 1359 و آغاز جنگ تحمیلی در جبهه ها حضور داشت. کتاب در دو فصل پایانیش به ماجراهای دفاع مقدس میپردازد. این کتاب به زبان عربی هم ترجمه شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. رفته بودم نمایشگاه کتاب لبنان که امسال الحمدلله تو این نمایشگاه اخیر یکی از کارهایی که چاپ شده عربی ترجمه شده بود و چاپ شده بود و اونجا عرضه شد کتاب همین در هیاهوی سکوت بود. من می دیدم که مخاطبین می اومدن ورق می زدن. داستان زندگی شهید ورامینی که در سال 1362 به شهادت رسید حالا هم در دست مخاطبان خارجی قرار گرفته و هم الگویی برای نسل جوان ایرانی است. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.